صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم شكر سيبوس بپروردگار عالميان و درود و سلام بر رسول اکرمش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برادران و خواهران گرامی و هموطنان محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکات امیدوارم صحتمند و خوشحال باشید و شب و روز را در چوکات هدایات خداوندی بگذرانید خوشحال هستم که خداوند متعال مرا باز موقعی داده که در خدمت شما قرار بگیرم خداوند متعال توفیق بدهد تا آنچه بگویم که سبب رضای او شود و آنچه ما شما بیاموزیم که سبب قربت همه ما شما به او تعالی شود آمین یا رب العالمین برنامه ایمان و تقوا در این هفته درباره خلقت انسان و اعجاز علمی قرآن عظیمشان به ارتباط این موضوع می باشد قرآن عظیم شان درباره خلقت انسان و نظام توالد و تناسل وی بحث های بسیار جالب و علمی دارد که نه تنها به تشنگی و عطش افراد مومن جواب می دهد بلکه برای آنهایی که به اسرار هستی علاقمند هستند و تحقیق می کنند نکات را روشن می سازد که از طرق دیگر پی بردن آن ممکن نیست بحث های دقیق قرآن عظیم شان در باره این پدیده و نظام خلقت انسان از جمله ایجاز یعنی موجزه های علمی آن بوده است که فهم این حقایق در زمان نزول قرآن کریم به هیچ صورت برای انسان ممکن و مقدور نبود و تحقیقات علمی انسانها بعد از قرنها بعضی از این عقایق را روشن ساخته است خداوند متعال قبل از خلقت انسان کره زمین را خلق نموده و شرایط حیات انسان را در روی آن مساعد ساخت طوری که خداوند متعال در آیت سی سوره انبیا فرموده است و ای آیت در یکی از برنامه گذشته تلاوت شد و ترجمه شد و شرح شد در ابتدا در ابتدای خلقت زمین و آسمان یعنی تمام کائنات با هم پیوسته بودند و خداوند متعال زمین از باقی کائنات جدا کرد یعنی از آسمان ها جدا کرد و به اساس از این آیت یک تعبیر ممکنه ای است که زمین هم در ابتدا شاید مثل آفتاب داغ و آتشین بوده بود و بعد از جدا شدنش و به خاطر کوچکیش نظر به آفتاب به تدریج به سردی گراییده است قشر بیرونی زمین سرد شده است اما درونش انوزم گرم و آتشین مانده است جالب است که در عین آیتی که خداوند از جدایی آسمان و زمین یاد می کند در آخر آیت می گوید که همه موجودات از آب خلق شده است یعنی گفته می تانیم که به این اساس اولین ماده حیاتی که در روی زمین خلق شده آب بوده است جدا شدن زمین از باقی کائنات در اثر یک انفجار بزرگ که آن را بگ بنگ می گویند و خلقت اولین موجودات زنده از آب عقایق است که علم بشر در ای اواخر در قرن بیست به آن پی برده است آبهای موجود در زمین که دور زمین را در ابتدا پوشانده بود و باران های شدید دیگر جو زمین را تغییر داده و باعث سرد شدن بیشتر قشر سنگونه زمین و تبدیل شدن آن به خاک شد حرارت زمین باعث تبخیر آب و باقی ماندن گل خشک و سفالگونه شده است باران های بیشتر و سرد شدن زیادتر قشر زمین باعث بقای نسبی آب در زمین و ایجاد گل شد و به این ترتیب خداوند حکیم زمینه مساعد نموی حیات را بر روی کره زمین فراهم کرد و بعدا موجودات زنده را یکی بعد دیگر در زمین خلق نمود و بالاخره انسان را خلق کرد در مورد خلقت انسان خداوند متعال از تمام این مواد آب، خاک، گل که ترکیب آب و خاک است و گل خشک و سفالگونه که از نتیجه حرارت دادن گل به دست می آید و همچنان از اصاره گل یاد کرده است اشاره به این که انسان از خاک و اصاره گل آفریده شده خودش یکی از موجزه ها یا ایجاز علمی قرآن کریم می باشد که علوم طبیعی امروز از حقیقت آن آگاه شده است انسان ها پیدا کردند که در ترکیب وجود انسان واقعا همه عناصر زمین موجود است که می توان گفت که وجود انسان اصاره و چکیده خاک است تا چند قبل برای انسان ها دشوار بود که بپذیرند که در ترکیب وجود انسان انصر مثل آهن نیز وجود دارد و در و منرال ها و مرکبات فلزات یک جا با خون او جریان دارد و در ساختار سلول آی بدن او به کار می رود. در یک حدیث که ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده مراحل مختلف آفرینش بر روی زمین شرح شده که ابتدا از خلقت خاک یاد می کند و پس از آن نخست نباتات و سپس سایر جانوران و در آخرین مرحله خلقت اولین انسان یعنی آدم علیه السلام را در آن حدیث یاد کرده است در خلقت انسان در پهلوی آب خاک و گل ماده دیگر را که خداوند به ماده اساسی یاد می کند نطفه است مثلا در آیت یازده همه سوره فاطر می اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ترجمه ای آیت مبارک چنین است خداوند شما را از خاک آفرید بعد از نطفه سپس شما را جوره جوره ساخت همچنان در آیت چهارم سوره النحل سوره شانزه هم خداوند متعال می فرماید خلق الانسان من نطفت فاذا هو خسیم مبین ترجمه آیت مبارک چنین است خداوند انسان را از نطفه آفرید و سپس او پرخاشگر نمایان شد در این دعایت مبارک خداوند متعال از خلقت انسان از خاک و نطفه یاد می کند تعبیر عام ای آیات و امثال آن این است که خداوند متعال انسان را که خداوند متعال انسان اول را یعنی آدم علیه السلام را مستقیما از خاک آفرید و بعد نظام نطفه و ازدواج را برای ادامه نسل انسان به وجود آورد یک تعبیر دیگر این است که خلقت حتی انسان اول هم در حالی که از خاک شروع شده ولی طور بوده که نخست خاک به نطفه تبدیل شده سپس از این نطفه انسان به دنیا آمده است و البته خداوند متعال در این صورت نطفه را به صورت غیر عادی و موجز آسا خلق کرده است چنانچه در بطن مریم بیبی بی مریم هم خداوند متعال نطفه را به صورت معجزه آسا از ایچ خلق کرد این تعبیر دومی از نظر علم زیست شناسی نیز قابل فهم و درک می باشد چنانچه خلقت همه موجودات زنده از نطفه کوچک و زربینی آغاز می شود به تدریج نمو می کند مراحل مختلف را تای نموده و به کمال می رسد از ایوانات ساده یکسلولی تا نباتات پرندگان خزندگان و ایوانات کاملا پیچیده و بالاخره انسان در همه مشاهده می شود که پیدایششان از موجود نهایت کوچک و غیر قابل دید از نطفه آغاز می شود تعبیر دیگر که می توان گفت همه انسان ها از خاک آفریده شده اند به خاطر این است که از یک طرف پدر و مادر تمام انسان ها یعنی آدم علیه السلام و بیبی هوا از خاک خلق شده لحاظا گفته میتنیم که همگی از خاک خلق شده و همچنان به اساس ازی که نطفه تمام انسان ها از مواد ساخته می شود که از زمین می رویند امین خاک است که به شکل نباتات و میوه ها و سبزیجات و دانباب در می آید و در وجود انسان نطفه از آن ساخته می شود و از تلفیق امین نطفه است که خلقت انسان صورت می گیرد یعنی به ای اساس می توانیم بگوییم که همه انسان ها از خاک خلق شده انت. در مورد خلقت همسر آدم علیه السلام یعنی بی, بی هوا و باقی انسان ها خداوند متعال در شروع سورة نساء می فرماید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء" الله ترجمه ای آیت مبارک چنین است ای انسانها از همان پروردگارتان تقوا داشته باشید که شما را از نفس واحد آفرید و از او جوره اش را خلق کرد و از هر دو مردان و زنان زیادی را پراگنده ساخت ای آیت نشان میدهد که آغاز خلقت انسان از نفس واحد بوده و جوراش از جسد او جدا گردیده است و ازدواج اردو مایه توالد و تکاثر نسلشان و انتشار آنها در روی زمین شده است یعنی جوره آدمی از یک نفس واحد آفریده شده است درک این موضوع که از یک نفس واحد یک جوره به وجود آمده برای علما و دانشمندان شناسی از جمله اعجاز قرآن کریم و شمار رو می رود زیرا این دانشمندان بعد از کشف ایوانات یکسلولی و اطلاع از چگونگی تقسیم یکسلول به دوسلول به این حقیقت پی بردند که این نوع تولد و انقسام در هستی وجود دارد و یکی از سنن آفرینش در طبیعت می باشد انصور دیگر خلقت انسان که اساس و رمز اصلی حیات انسان را تشکیل می دهد روح انسان است که در ابتدای خلقت آدم علیه السلام و در خلقت هر انسان دیگر دمیده شده و می شود روح از جمله اسرار حیات انسان است که علم بشر و ساینس هیچ نوع دسترسی به کیفیت و جزیات آن به جز از طریق وحی خداوندی ندارد خداوند متعال در آیات افتم، اشتم و نوم سوره السجده که سوره سیودوی قرآن عظیمشان می باشد در باره خلقت انسان و مختلفة مختلف که در خلقت استفاده شده چنین فرمايات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع وجعل لَكُمُ السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم ترجمه اين ايات مباركة چنين است خداوند كسي است كي هر چرا آفريد بهترين وجه آفريد و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد سپس نسل او را از اصاره از آب ناچیز خلق کرد سپس او را به شکل مناسب موزون ساخت و در وجود او از روح خود دمید و برای شما گوش و چشم و دل داد اما بسیار کم شکر او را به جا میارید چه راست بر حق گفت خداوند بس بزرگ به ای آیات مبارک خداوند متعال نظام آفرینش و مرائل مختلف خلقت انسان را بیان می کند نکته اول در ای آیات این است که هر چیزی را که خداوند خلق کرده است به بهترین و نیکوترین شکل آفریده است یعنی انسان را و هر مخلوق دیگر را آنقدر به شکل متناسب و عالی خلق کرده است که از آن کاملتر تصور شده نمی تواند و به شک علم و ساینس ار روز شگفتی های جدید خلقت را متوجه می شود هر انسان حق شناس حقانیت آن را زیادتر میتواند پی ببرد نکته دوم دی ای آیات مبارک این است که خداوند متعال خلقت انسان را از گل که ترکیب آب و خاک است شروع نمود یعنی آدم علیه السلام را به طور مستقل و مستقیم از این مواد به حیث اولین انسان خلق نمود و بعدا نسل او را یعنی اولاد آدم علیه السلام را که شامل همه انسان های روی زمین می شود از اصاره یک آب ناچیز خلق نمود منظور از آب ناچیز آب منی انسان است و منظور از اصاره آن نطفه انسان است استفاده کلمه اصاره قابل توجه است زیرا ساینس و علم ثابت کرده است که نطفه انسان واقعا اساره کل وجود انسان می باشد و در آن تمام خصوصیات و معلومات یک شخص موجود می باشد در آیت بعدی خداوند متعال از تسویه یا موزون ساختن وجود انسان یاد می کند که اشاره به مجموع مرایل است که انسان از انگامی که به صورت نطفه است تا مرحله ای که تمام اعضای بدن او آشکار می شود تایی می کند و بعد از این مرحله است که روح در وجود انسان دمیده می شود و این روح است که حیات بیولوژیکی را و یک حیات انسانی ارتقا می دهد با دمیدن روح است که صفات خاص خداوندی به شکل بسیار محدود و نسبی آن و انسان داده می شود که انسان را از تمام موجودات دیگر متمایز می سازد و ما همه قرار می دهد. در مورد رو اگر چند کلمه مختصر یاد کنیم اولی که باید بدانیم که معلومات انسان درباره روح کاملا محدود می شود به وحی خداوندی یعنی قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی قرآن هم برای ما میگوید که آنچه که درباره روح به شما علم داده شده است بسیار کم است آیت 85 سوره الاسراء یقیقت ذکر میکنه به اساس آیات و احادیث مختلف می توانیم بگوییم که روح برای هر انسان به صورت جداگانه و مستقل خلق می شود و برای دائمی و ابدی مربوط امان انسان می باشد و یک بار که روح به انسان دمیده شد در وجود او امرای او می باشد ام در رحم مادر و ام در حیات، طول حیات او در روی زمین در وقت مرگ روح از بدن جدا می شود و در دوره برزخ یا زندگی قبر در حالی که روح با بدن به تماس می باشد اما جدا از بدن در موقعیت خاص قرار می گیرد و در روز قیامت وقتی که خداوند متعال بدن انسان را دوباره خلق می کند اما روح با بدن یک جا می شود و بعدا بر صورت ابدی و دائمی امان روح و بدن یک جا باقی می ماند. روح در بدن باید بدانیم که کدام موقعیت خاص ندارد بعضی کسا فکر می کند در قلب است یا در مغز است یا در کدام جای دیگه انسان نه ای جای معین روح در بدن ندارد بلکه در سراسر بدن انسان روح موجود است و بیترین مثال آن این است که آدم وقتی نبات او میته یک گل یا یک درخت که او میته آدم این تعیین کرده نمیتونه که هاو در کجای از این نبات یا درخت است یعنی در کلش باید او باشه تا که زنده باشه اما روح در تمام بدن در سر تا سرش باید باشه تا حیات وجود داشته باشه در هر قسمت وجود ما یعنی روح را باید با حیات بیولوژیکی باید خلط نکنیم و بدانیم که علم و دانش ما از درک روح و خصوصیات روح عاجز است و درک امین عاجزی است که برای انسان بصیرت میبخشد و انسان را شاکر و متواضع می سازد در آیت بعدی که تلاوت شد خداوند متعال از خلقت بعضی از اعضای بدن مانند گوش ها و چشم ها یاد می کند و اول گوش را یاد می کند بعد چشم ها را این ترتیب که اول گوش ها یاد شود و بعد چشم ها یاد شود هم از جمله اعجاز قرآن کریم می باشد زیرا علم ثابت کرده است که اولا قدرت شنوایی طفل در رحم مادر در حدود 24 هفته که در ازاملگی گذشته باشه تکمیل میشه و 3 چهار هفته بعد یعنی در حدود 28 هفتگی طفل میتونه ببینه قدرت دیدش تکمیل میشه البته در مورد مراحل مختلف نموی طفل در رحم مادر از نظر قرآن کریم و اجاز علمی آن در پروگرام آینده انشالله به طور مفصلتر صحبت خواهیم کرد اما در اینجا کافی است که توجه به قسمت آخر آیات فوق ذکر نماییم که خداوند متعال میگوید که شما شکر او را بسیار کم انجام می دهید بله هدف اصلی قرآن کریم که هدایت بشر است با استفاده از دیگر علوم انسان را به اشکال مختلف متوجه حقایق می سازد و در اینجا که از خلقت انسان و مراحل ابتدایی آن بحث می کند هدف اصلی آن این است که انسان باید مبدأ حیات خود را و اصل خود را به یاد خود بیارد که خالق او او را به چی شکل و از چی مواد ناچیز خلق کرده است و چطور حیات او را نه تنها که از ایچ خلق کرده بلکه قدم به قدم آن را نمو داده و شرایط حفظ آن را و حمایت آن را به صورت موجز آسا در روی زمین فراهم ساخته است و به صورت متواتر و هر لحظه ازارها نعمت خود را شامل حال انسان ساخته و به رحمت و لطف خود او را غرق نعمت های خود نموده است اما ما انسانها ها نه تنها که شکر او را به طور درست انجام نمیدیم بلکه اکثر اوقات ناشکری و قدر ناشناسی می کنیم و حتی از او تعالی شکایت می کنیم و در اطاعت و عبادت او تعالی غفلت و تنبلی می کنیم افسوس و صد افسوس پس ای برادر گرامی هم ای خواهر محترم بیا که ما خودت از جمله کسانی باشیم که هر زودتر خود کمی بشکنانیم و تغییرات لازمه را در طرز زندگی خود در کیفیت اطاعت و عبادت خود بیاریم و شکر نعمات او تعالی را کم زیادتر انجام دهیم خداوند متعال همه ما شما را توفیق مزید نصیب نماید تا چنین حقایق را به صورت متواتر همیش به خود بیاریم تا اصل خود را به یاد خود بیاریم تا خلقت خود را به یاد خود بیاریم تا کوتاهی های خود را و ضعف های خود را به یاد خود بیاریم خداوند همه ما شما را توفیق بدهد تا نعمت های گوناگون او تعالی را به یاد خود بیاریم خداوند متعال همه ما شما را توفیق بدهد تا بنده های شاکر و بنده های متواضع او تعالی باشیم و خداوند همه مسلمان را که در سرتاسر سر جهان با چنین فهم و دانش در راه او زحمت میکشن خدمت میکنند و قربانی میدهند کامیاب و سرفراز بسازد و اجر عظیم برای همایشان نصیب بسازد آمین یا رب العالمین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا صلى الله على محمد صلى الله على